به کیف های پول گم شده. ببینید من این قسمت تئوریکالش رو بگم، بعد بریم سراغ بحث عملیاتی، چون اون برای من از همه چیز مهمتره که بتونم همین امشب شما یک کیف پول رایگان برای خودتون درست کنید. قطعی صدا واقعیتش اینه که شاید از اینترنت باشه، ولی الان چطور صدای من، صدا و تصویر؟ آقای یوسفی صدا اوکی دیگه، اگه اوکی که خب من برم جلو. خب قطعی دیگه واقعیتش یه قسمتی هم شاید احتمال داره از اینترنت شما هم باشه، مخصوصا دوستانی که قطع میشن از شبکه بیرون میرن، هم مطمئن باشید که چون میرن دوستان میرن و میان به من یه پاپ اپ میده این و مطمئن باشید که این به خاطر نوع اینترنت، نه هم مشکلی که من ابتدای کلاس بهش من متوجه این واژه آخر نمیشم، به ناش قطعی داره. خب اگر صدا اوکی من برم جلو، ببینید انواع کیف پول دیجیتال شامل انواع کیف پول دیجیتال شامل کیف پول سرد و کیف پول گرمه، کولد ولت، هات ولت. کولد ولت ها چی میشن؟ من این شکل رو بیارم برای شما. ببینید کولد ولت ها شامل کیف پول سرد، شامل کیف پول کاغذی و کیف پول های سخت افزاریه. پس در نظر داشته باشیم که کیف پول سرد شامل کیف پول های کاغذی و کیف پول های سخت افزاری میشه، که سخت افزاری انواع مختلفی داره که یکیش لجر نانو اس، یکیش لجر نانو ایکس، تریزور و و مدل های مختلفی که میتونید تو بازار پیدا کنید. اما بحث کیف پول های گرم، کیف پول های گرم بحث تفاوت این دوتا چیه؟ در اتصالش به اینترنته. شما کیف پول گرم به اینترنت متصل هست، کیف پول سرد به اینترنت متصل نیست. کیف پول مدام به صورت مستمر وصل باشه. کیف پول گرم شامل تحت وب و نرم افزاریه. در این دوتا دسته بندی شامل موبایل و دسکتاپ تو حوزه نرم افزاری و تحت وب شامل کیف پول صرافی ها و وبسایت های نگهدارنده این دارایی شما در قالب کیف پول هستن. در نظر داشته باشیم یه هارد ولت داریم که همون هارد وی ولت داریم که همون سخت افزاری هاست، مثل یه دونه توکن میمونه یا یه کارت میمونه، این کارت آب بانک میمونه که اطلاعاتتون رو اون قرار میگیره و خیلی امنیت بالاتری رو داره. بحث بعدی مربوط به پیپر والت ها هست، اینها میتونه آنلاین باشه یا آفلاین باشه که امروز با هم خواهیم دید و اصلا ارتباطی به اینترنت میتونه نداشته باشه. دسکتاپ والت ها هست، اینهایی که اپلیکیشن هایی که شما روی میتونید روی تبلتتون یا روی لپتاپتون نصب بکنید ازش استفاده کنید، اینها ریسک های خاص خودش رو داره، مخصوصا اگر کامپیوتر شما مورد حمله هکرها قرار بگیره یا بر اساس جستجویی که دارین میکنید برای هکرها مشخص شده باشه شما آدمی علاقمند به حوزه کریپتوکارنسی هستین، اونها با یه درصدی خطا تشخیص میدن که شما دارین از این دارایی به صورت دسکتاپ ولت استفاده میکنید، نگهداری میکنید. خب بدیهیه که به دستگاه شما به هر طریقی میخوان نفوذ کنن. موبایل ولت ها هستش که بیشترین میزان کلاهبرداری و مشکل در حوزه کریپتوکارنسی رو موبایل ولت ها اتفاق میفته، اینهایی که موبایل ولت هایی که اعتبار کمی دارن، تازه به بازار اومدن، قسمتیشون میتونه کلاه از ابتدا کلاه برداری بشه، بعضا میتونه حفره های امنیتی داشته باشه، پن تستشون درست انجام نشده باشه، لذا باعث میشه که دارایی شما تحت ریسک زیادی قرار بگیره. به هیچ عنوان من توصیه نمی کنم موبایل ولت ها رو. و وب ولت ها هم همینه که روی وبسایت ها شما میتونید ازش استفاده بکنید، که حالا یک نمونهش همین کیف پولیه که شما توی نوبیتکس دارین، اما نوبیتکس مدل معاملاتی یا اصلا کلا صرافی های این تیپی به خاطر اینکه این مسئلهشون رو حل بکنن، چون اکثرشون باید یک کیف پول داشته باشن، به خاطر اینکه مشکل کیف پولشون رو حل بکنن، این چیکار میکنن؟ میگن کل دارایی رو بزنن به یک کیف پول سخت افزاری که مربوط به خودشونه، اما یه دونه
رو بالانس خرید و فروش روی صفحه به شما به صورت عدد نشون میدن، عین حساب بانکیتونه. اون عددی که بهتون نمایش میده که پول نیست ولی موجودی شما نزد بانکه، هر موقع مراجعه کنی میتونی پولتو از بانک بگیری یا انتقال بدی به جای دیگه. این عدده و این همین مفهوم اومده توی کیف پول های وبسایتی هم قرار گرفته، مثلا رو صرافی ها، به خاطر اینکه امنیتشون رو ببرن بالاتر، چون همه میدونن که اینا پر از بیت کوین و انواع کریپتو ها هستن و میتونه محلی برای حمله هکرها قرار بگیره، در نتیجه باید دنبال یه راهکاری برای این مسئله باشن. پس در خلاصه دو دستبندی عمده هات ولت و کولد ولت داریم. کولد ولت ها که اتصال دائمی به اینترنت ندارند، امنیت به مراتب بالاتری دارن، مثل ردیف اول و دومی که تو همین اسلاید میبینید، و ستای دیگه رو هات ولت ها همینطوری داره میاد پایین و خب میزان ریسک هم داره افزایش پیدا میکنه. هیچ کدوم از اینا دلیل بر این نیستش که شما اگه هارد وی ولت بگیرید، رو هات دستبندی هات ولت، ریسک کمتری داشتید، بلکه فقط این میدونید دیگه، این ریسک از بین نمیره دیگه، شما با مدل های مختلف خودتون تو سیف ساید میذارید، این بیمه است دیگه، بیمه میاد ریسک رو پوشش میده دیگه، ولی ریسک از بین نمیره، با مدل های مختلف میاد این کار رو انجام میده. لذا شما وقتی از یک پول سخت افزاری استفاده میکنید، ریسک در معرض حمله قرار گرفتن و سرقت قرار گرفتن داراییتون رو به حداقل کاهش میدین، اما هیچ وقت صفر نمیشه. شاید بعضا جستجو کنید تو اینترنت ببینید مثلا نوشتن که لژن آنانس مورد هک قرار گرفت، هک شد، در صورتی که ادامه خبر رو باید کامل بخونید که چه چیزی از لجر نانوس یا کلا کمپانی لجر مورد حمله هکرها قرار گرفته. اومده بودن حمله کردن به وبسایت، حفره امنیتی بشه، دیتای مشتریان برده شده، که البته خب خیلی چیز مهمی هست چون میتونه بعدا محل اخاذی باشه، ببینن فلان کسا کی فلان ولت خریده، در فلان جا زندگی میکنه، مورد تهدید قرار بگیره و غیره، اما دارایی از این کیف پول جابجا نشده. دقت داشته باشین که خب این شانتاجا میکنن رو صرافی هم دیگه، میخوان خراب بکنن، از بازار خارج کنن دیگه، اینا روش های چیز دیگه، روش های غیر اخلاقی تو حوزه کسب و کاره. خب من برم جلو، اینو انواع کیف پول دیجیتال میتونید رو بهش لجر نانو اس، لجر نانو، تریزور اشاره بکنید. بین 70 تا 150 دلار قیمتش هست، بالغ بر 1000 تا کوین و توکن رو پوشش میده. خب بدیهیه که من برام راحت تره که یک کیف پول داشته باشم همه چی هم اون تو باشه، نه اینکه بابت هر چیزی بخوام برم یک کیف پول درست بکنم. پیپر والت ها هستش، پرایویت هن، کیو آر کد دارن، قابل چاپ هستن، دو تا سایت bitadress.org و bitcoinpaperwallet.com میتونید پیداش بکنید، صرفا مربوط به بیت کوین نیست، میتونید اتر والت، پیپر اتر، پیپر والت و اینجور چیزها هم سرچ بکنید که براتون وبسایت های مرتبط باهاشون میاره. خیلی دقت بکنید رو ریویو خوندن، چون به هر حال با یه هزینه ادورتایز پرداخت کردن به گوگل میان تو اون تاپ 10 قرار میگیرن یا همون بغل یا اون بالا قرار میگیرن، و خب به هر حال میتونه اتفاقات بعدی هم برای دارنده های این کیف ها بیفته. ادامه بدیم. برای دسکتاپ والت ها رو او اس، بر اساس او اس، مکینتاش و لینوکس و ویندوزی، اگزودوس، جکس، بیتکوین کور، الکتریوم از کیف پول‌های خیلی خوب هستن. جکس حتی موبایل اپلیکیشن هم داره که خب هر حال معتبر و قابل استفاده است. اون تیکه‌ای که من برای شما داشتم توضیح می‌دادم که از BTM، بیتکوین تلر ماشین، خودپردازهای بیتکوین چجوری میتونید استفاده بکنید، یه جاش مربوط به این میشه که شما مثلا یکی از این اپ‌ها رو داشته باشین رو موبایلتون که کیو آر کد رو بگیرید زیر کیو آر ریدر این خود پردازه براتون بخونه و در نتیجه مثلا این پول جابجا شه. این کیو آر کد ریدره دقیقاً همونیه که، یا بار کد ریدره، شبیه همونی که قبض آب و برق رو می‌گیرین زیر دستگاه خود پرداز یا کیوسکای بانکی که یه عدد میله اون عدد رو می‌خونه و شما نگاه می‌کنه، تایید می‌کنه، از کارتتون پرداخت می‌کنه. همین اتفاق تو حوزه کریپتو هم می‌افته. موبایل ولت ها بر اساس او اس رو اندروید یا آی او اس قرار دارن، خیلی ساده تر کار کردن باهاشون. خب این سادگی یه مقداری ریسک هم بالا برده. کوینومی و الکتریوم و جکس و مایسلیوم از انواع این هستن، و ولت هم که همیشه به اینترنت وصل هستن، ریسکشون بسیار بالا هست و مدل های مختلفش اینجا میبینید. مای اتر ولت یکی از بهترین های اونها هست. ببینید
من دارم میگم ریسک زیاد شده. خدای نکرد اینجوری فکر نکنید که من هی تشویق میکنم بکنم بریم سخت افزاری بخرید، 3 تومن 4 تومن پول کیف پول سخت افزاری بدید. اگر بکنید که خیلی خوبه، اما هیچ دلیلی نداره که این کار رو انجام بدید. چرا؟ چون میتونید از ظرفیت فعلی بلاکچین و این کیف پول هایی که تو این بسترهای مختلف هستن استفاده کنید. که ما ایتر والت هم یکی از ایناست که امروز با هم، یعنی امشب با هم میبینیم چه جوری